سلام دوستان، با درس 80 در خدمتون هستم و در این درس قراره با 9 تا ضمیر نامعین بسیار بسیار پرکاربرد آشنا بشیم. درس رو شروع میکنیم. اینا، کاینا، یدا یعنی چی؟ اینا یعنی کسی، یک کسی، یه نفر، یه شخصی. تأکید میکنم این حرف تعریف نیست، این ضمیره، ضمیر نامعین. متضادش میشه کاینا یعنی هیچ کس، هیچ کسی. یدا یعنی هر کسی. پس چی شد؟ یک کسی، هیچ کسی، هر کسی. بریم سراغ مثال ها. با مثال های خیلی ساده شروع می کنیم. نو اینا هات دیپ خوفونگ بشتندن، فقط یه نفر امتحان رو قبول شد. حالا این یه نفر میتونه مؤنث باشه، میتونه مذکر باشه، مهم نیست، به صورت کلی داریم صحبت میکنیم. نو اینا هات دی پروفونگ بشتندن بدوتت نو یمند هات دی پروفونگ بشتندن نو اینا پرسون هات دی پروفونگ بشتندن. اوکی، بریم سراغ بعدی. کاینا هات دی پروفونگ بشتندن، هیچ کس امتحان رو قبول نشد. کاینا هات دی پروفونگ بشتندن بدوتت نیمند هات دی پروفونگ بشتندن. خب، یدا کان دی پروفونگ ویدهولن، هر کسی میتونه دوباره امتحان بده، هر کسی میتونه دوباره امتحان رو تکرار بکنه. پس چی شد؟ یک کسی، هیچ کسی، هر کسی. به همین سادگی دوستان، این هم این ضمایر هم در واقع جدول خاص خودشون رو دارن، صرف میشن و بستگی داره توی چه حالتی میاد. اینجا توی حالت نومیناتیوه، توی حالت فاعلیه و خبر خوب اینه که این ضمایر معمولاً توی همین حالت نومیناتیو میان. در هر صورت جدول تمام ضمایری که امروز یاد میگیریم رو 30 ثانیه آخر ویدیو براتون میذارم. خب اینجا هم 3 تا ضمیر نامعین داریم. آله زمتلیشه منشه، آله یعنی همه، آله یعنی همه، زمتلیشه یعنی همه بدون استثناء، منشه یعنی بعضی یا برخی. خب اینجا دقت کنید. Der Bürgermeister sprach mit den Bürgern. یه جمله ساده، خیلی راحته. شهردار با شهروندان صحبت کرد. اینجا چی داریم؟ اسم، در واقع اسم جمع داریم. دوستان این نکته رو داشته باشید، این ضمایری که الان میبینید، این 3 تا ضمیر با اسمهای جمع میان. خب همین جمله رو میخوایم یه جور دیگه بگیم، میگیم Der Bürgermeister sprach mit allen Bürgern، یعنی شهردار با تمام شهروندان صحبت کرد. Der Bürgermeister sprach mit sämtlichen Bürgern، یعنی شهردار با تمام شهروندان بدون استثناء با همه صحبت کرد. Der Bürgermeister sprach mit manchen Bürgern، شهردار با برخی یا با بعضی از شهروندان صحبت کرد. پس چی شد؟ اینجا شهردار با شهروندان صحبت کرد، اینجا با تمام شهروندان، اینجا با همه بدون استثناء و اینجا با برخی از شهروندان صحبت کرد. خب دوستان بازم میگم این 3 تا ضمیری که میبینید برای اسمهای جمع میاد و اینجا دوستان ضمایر ما توی حالت داتیوه، چون که حرف اضافه میت رو داریم. حالا نکته ای که باید بهتون بگم راجع به آله، آله اگه یه اس بهش اضافه کنیم میشه آلس، معناش تغییر میکنه به معنای همه چیز، همه چیز. یه مثال ساده، ایست آلس این اوردنونگ، همه چی مرتبه، همه چی ردیفه، همه چی اوکیه، ایست آلس اوکی. پس این تفاوت رو هم داشته باشید دیگه. این اینجا معنیش میشه همه چیز. خب اینجا هم 3 تا ضمیر داریم. فیله، ونیگه، اینیگه. فیله یعنی خیلی، ونیگه اندکی، اینیگه. این ضمیر نامعین هم مثل ضمیر نامعین منشه به معنای بعضی یا برخی، به معنای چندین یا چند تا هم هست. این 3 تا ضمیر هم
برای اسمهای جمع میاد. برای اسمهای جمع Viele sind zu meinem Geburtstag gekommen. خیلی ها به جشن تولد من اومدند. Nur wenige sind zu meinem Geburtstag gekommen. فقط اندکی یا فقط تعداد کمی به جشن تولد من اومدن. Nur einige sind zu meinem Geburtstag gekommen. فقط بعضی ها به جشن تولدم اومدن. نکته ای که باید بهتون بگم اینه که اینجا دوستان میتونیم اسم هم اضافه کنیم. خیلی مهم نیست ولی میتونیم اسم اضافه کنیم. مثلا میتونیم بگیم فیل گست، فیل لویت، فیل منشن. مثلا وقتی که میگیم خیلی ها یا تعداد کمی یا بعضی ها به جشن تولد اومدن، خب شنونده میدونه منظور ما مهمونه. نیازی نیست حتما اسم بیاریم، بگیم مثلا فیل لویتو و فیل گسته، حتما نیازی نیست، اما خب میتونیم اضافه بکنیم، ایرادی نداره. خب اینجا دوستان یه نکته من بهتون بگم راجع به فیل و وینیگ. فیل و وینیگ ممکنه بدون هیچ صرفی همینجوری ببینید با بعضی از اسمهای غیر قابل شمارش، مثلا ایش هب فیل گلد، من خیلی پول دارم. Ich habe wenig Zeit. من وقت کمی دارم. اگه بخوایم از لحاظ قواعد نگاه کنیم، در واقع اینجا فیل و wenig ادورب محسوب میشه، ضمیر نامعین محسوب نمیشن. و همونطور که قبلا یاد گرفتیم بعضی از اسمها غیر قابل شمارشه، مثل پول، مثل زمان. من نمیتونم بگم Ich habe viel Geld oder ich habe wenige Zeiten. اشتباهه. این چیزها دیگه اینا حفظ کردنی دوستان. خب درس ما تموم شد، تمام نکات رو گفتم، اما دوستانی که مایل هستند مثالهای بیشتری و جملات بیشتری ببینن میتونن این درس رو تو آخر ببینن. خب Keiner weiß wie lange wir noch warten müssen. هیچ کس نمیدونه که ما چقدر بازم باید منتظر بمونیم. Keiner hat das Problem gelöst. هیچ کس مشکل رو حل نکرد. Keiner spielt mit mir. هیچ کس با من بازی نمی کنه. Keiner spricht mit mir. هیچ کس با من صحبت نمی کنه. Keiner kann mir helfen. Keiner kennt die Wahrheit. هیچ کس حقیقت رو نمی دونه. Keiner wusste die Antwort. هیچ کس جواب رو نمیدونست. Alle lachten als den Witz erzählte. همه خندیدن زمانی که او جوک تعریف کرد. Wir sind mit allen Vorschlägen einverstanden. ما با تمام پیشنهادات موافق هستیم. Jeder sollte seine Zukunft sehr sorgfältig planen. هر کسی باید برای آیندهش با دقت، با احتیاط برنامه ریزی بکنه. زورگفلتیش یعنی با احتیاط، با دقت. هست و alles schon gelesen، همه چی رو خوندی. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich immer an alles denke. تو نباید از من توقع داشته باشی، انتظار داشته باشی که من همیشه به همه چی فکر بکنم. Du musst mir echt alles erklären. تو باید همه چی رو واقعا بر من توضیح بدی. Du bist an meiner Seite. Jetzt ist alles gut. تو کنار من هستی. الان همه چی خوبه. Alles was du sagst ist vollkommen richtig. تمام چیزایی که تو میگی کاملا درسته. Alles was du brauchst ist ein Führerschein. تمام چیزی که تو نیاز داری فقط یک در واقع یک گواهی نامه است. Es gibt manche, die nicht arbeiten gehen wollen. بعضی ها هستن که نمیخوان برن کار بکنن. Manche Paare streiten sich über unbedeutende Angelegenheiten. بعضی از زوجها سر یه چیزهای بی ارزش، بی اهمیت، سر چیزهای بی خود دعوا میکنن با هم. Einige haben die Aufgabe perfekt gelöst. بعضی ها
مسئله رو پرفکت حل کردن، عالی حل کردن. Es gibt viele Wörter, die ich nicht verstehe. واژگان زیادی هست که من متوجه نمیشم. Es gibt so viele Dinge zu tun. کارهای زیادی هست برای انجام دادن. Es waren viele Gäste im Saal. مهمانان زیادی توی سالن بودن. Nachts sehe ich nur wenige Menschen auf der Straße. شبا مردم کمی توی خیابون میبینم. Viele träumen davon, reich zu werden. خیلی ها رویاشون اینه که پولدار بشن. Wenige Dinge bereiten uns so viel Freude wie die Musik. چیزهای کوچک ما رو خیلی خوشحال میکنن، مثل موسیقی، مثل موزیک. این بود درس امروز دوستان. الان براتون جدول ها رو هم میذارم. تا درس بعد، خدا نگهدار.